ارتفاعات اطراف بوکان، مهرماه 1360. سرگرد توپخانه علی صیاد شیرازی تازه به شهر رسیده که خبر تلخی به گوشش میرسد. شیرینی عملیات پیروز سامن الائمه و شکستن حصر آبادان با سقوط هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه به یک تلخی بزرگ تبدیل شده. صیاد آمده تا بوکان را آزاد کند، اما با خبر غیر منتظره ای روبرو می شود. من گفتم نه، شما فردا صبح بوکان آزاد میشه. گفتن نه، مسئله بوکان نیست، صدا و سیما اعلام کرد که شما فرمانده نیروزنی میشید. در میان این روزهای آتش و خون، امام در جماران فرماندهان ارتش و سپاه را احضار می کند. فضای عمومی جامعه نگران وضعیت جبهه های غرب و جنوب است، خصوصا اهواز و آبادان. ارتش بعث می‌خواهد خوزستان را کامل جدا کند. در این شرایط امام فرماندهان ارتش و سپاه را با اقدام تو دست چپشون دست سرور راستشون رو به طرف بنده اشاره کردن و معنیش این بود که شما دست رو بدید، ما دست رو تقدیم کردیم، ایشون دست ما رو دست سردار رضایی گذاشت، یک دست مبارکشون در پایین دستای ما، زیر دستای ما و دست مبارک دیگرشون در روی دستای ما. این معنیش چی بود؟ بازم بعد اتحاد ارتش و سپاه کار خود را با تشکیل قرارگاه‌های مشترک شروع می‌کند. هر قرارگاه دو فرمانده، یکی سپاهی و یکی ارتشی. کار با عملیات‌های کوچکی مثل خمینی روح خدا فرمانده کل قوا شروع می‌شود. سپاه و ارتش با پیروز شدن در این عملیات‌ها روحیه لازم را برای اجرای اولین عملیات وسیع در خصوص جبهه جنوب پیدا کردند. آزادی اراضی اشغال شده. فرماندهان نظامی سه محور برای عملیات پیش روی خود دارند: محور غرب کارون، محور بستان و محور خرمشهر. خرمشهر اما به دژی تسخیر ناپذیر شبیه شده. این شهر در میان چهار مانع طبیعی محصور است: از شمال به رودخانه کرخه نور می خورد، از شرق به رودخانه کارون می رسد، از جنوب به رودخانه اروند تن می دهد و از غرب به هورالعظیم منتهی می شود. تازه بعد از رسیدن به این دژ باید با 15,000 نفر نیروی نظامی جنگید. به جز جاده نسبتاً مرتفع اهواز خرمشهر، اطراف شهر فاقد هر گونه عارضه مهم برای پدافند است. زمین برای مانور زرهی بسیار مناسب است و برای حرکت نیروهای پیاده بسیار بد. قدرت ارتش بعث در زرهی و قدرت ایران در غافلگیری با نیروی پیاده است. در این وضعیت نیروی پیاده در چنین زمینی در دید و تیررس دشمن قرار می گیرد. تانک هم هرگز از سمت ایران شانس رسیدن به این زمین ها را ندارد. در میان این جزیره محصور حتی 1 متر زمین تسلیح نشده هم باقی نمانده. نه امکان هلیبورن هست، نه امکان نزدیک شدن به جاده. صدام هم با علم به این نکات اعلام می کند اگر ایران خرمشهر را بگیرد، کلید بصره را به آنها تقدیم خواهد کرد. گرفتن خرمشهر به رویا شبیه تر است تا واقعیت. صدام با این علم نام خرمشهر ایرانی را به محمره عراقی تبدیل کرده. به عقیده کارشناسان نظامی در دنیای غرب هم ایران با این تجهیزات نخواهد توانست محمره را دوباره به خرمشهر تبدیل سازد. این تقرن القول بالعمل و امجادهم و مآثرهم الله. بیش از 40,000 نفر سرباز داشت توی این زمین، بیش از 1500 دستگاه تانک داشت، بیش از 1000 قبضه توپ داشت و هیچ ضعفی نداشت. ما به عکس مشکلات زیادی داشتیم. ما می‌بایستی از رودخانه عبور می‌کردیم، از استحکامات دشمن عبور می‌کردیم،
بعد با انبوه دشمن باید می‌جنگیدیم. در این زمین وسیع باید حرکت می‌کردیم تا به خرمشهر می‌رسیدیم. تازه خرمشهر مثل یک قلعه نظامی در درون حصارهایی قرار داشت که خود اون می‌طلبید یک عملیات جداگانه. اوضاع خرمشهر برای عملیات جالب نیست. به ناچار فرماندهان به عملیات دیگری دل می‌بندند. عملیاتی به نام طریق‌القدس. یکی از محورهایی که برای این عملیات انتخاب می‌شود، پیش از این یک بار توسط تیم شهید شمران آزموده شده است در یک نیمه شب خاص. حدود ساعت 2 بعد از نصف شب یک اکیپ آماده شدند با RPG-7 و با تفنگ کلاشنکوف حرکت کنند به سمت دو بهردان، و در دو بهردان که در فاصله 15 کیلومتری اهواز مستقر بود یک ضربه به نیروهای عراقی زده بشه. ترکیب این گروه متشکل بود از جناب آقای خامنه ای، شهید دکتر چمران، شهید نامجو و چند تن از برادران شهید دیگر. طریق‌القدس روستاهای بستان را آزاد می کند. برای اولین بار مردم مرز رنگ حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را می بینند. با پیروزی در طریق‌القدس حالا فقط دو منطقه قابل عملیات پیش روی فرماندهان است: منطقه غربی دسفول و منطقه عجیب و تسلیح شده خرمشهر. وضعیت در این عملیات پیچیده است. تهران در انفجار و ترور دست و پا می زند. رئیس جمهور، نخست وزیر، نماینده امام در شورای عالی دفاع، رئیس شورای عالی قضایی و بسیاری از نمایندگان مجلس یک به یک توسط منافقین به شهادت رسیدند. کار به ترور مردم هم رسیده. هر کس حتی صورتش شبیه حزب اللهی هاست ترور می شود. در این شرایط است که ایران تثبیت بستان را در دستور کار خود قرار داده و عملیاتی شروع می شود با نام فتح المبین. آغاز عملیات تنها 10 روز بعد از اتفاق بزرگی است که در تهران افتاده. مغز ترور منافقین توسط نیروهای ضد جاسوسی سپاه منهدم شده و موسی خیابانی به هلاکت رسیده است. عملیات فتح المبین اما در مرحله اول و دوم خود با مقاومت شدید ارتش بعث عراق مواجه می شود و کار برای فرماندهان به شدت سخت شده. قرار می شود از امام کسب تکلیف کنند. امام، ما 3 زحمت کشیدیم، کار کردیم، تلاش کردیم، الان اوضاعمون به هم ریخته. اینجور شرایط با چه بکنیم؟ دوم، اگر با این طرح ناقص بخوایم عمل بکنیم، یه استخاره برای ما بکنیم. این 2 سوال طرح شد. امام با لبخند گفته بودیم که اینجا استخاره لازم نیست. شما اگه میخواد قلبتون قوی بشه، قرآن رو به طلب خیر باز کنید. بخونید قلبتون قوی میشه. مطابق پیشبینی امام، عملیات فتح المبین فراتر از حد تصور موفق می شود. ارتش بعث هم به شدت نگران خرمشهر است. بنابراین تعداد لشکرهای درون و اطراف شهر را چندین برابر می کند. اهواز را یک سره زیر آتش می گیرد و تسلیح زمین را تکمیل می کند. اما ارتش و سپاه هم آنقدر به اعتماد به نفس رسیدند که آزادسازی خرمشهر برای فرماندهانشان دیگر به رویا شبیه نباشد. حالا شناسایی ها شروع می شود. 3 راهکار برای آزادسازی خرمشهر پیشنهاد می شود. راهکار اول حمله به خرمشهر با اتکا به جاده اهواز خرمشهر است. این روش اگرچه محسناتی دارد، اما پهلوی راست نبرد را دائما به عراق می سپرد و نتیجه آن در نبردی که بنی سعد فرماندهی کرده بود یک بار معلوم شده بود. در آن عملیات ایران تقریبا تمام قوای زرهیش را از دست داد. این تفکر کلاسیک نظامی حکم می کرد که ما از جاده اهواز به سمت خرمشهر حمله کنیم و یک راه طولانی بود با معایب فراوان. اما راهکار دوم روشی ترکیبی است. در این روش باید از جاده اهواز خرمشهر استفاده شود و نیروهای بسیار اندکی نیز از کارون
عبور داده شوند تا فشار را بر بعثی ها بیشتر کنند. روشی که بعدها معلوم شد اگر اجرا می شد شکست بزرگی به بار می آمد، زیرا ارتش عراق یک لشکر کامل و مجهز را در فاصله دور از رودخانه کارون مستقر کرده است و هر یگانی در مواجهه با این لشکر تارمار خواهد شد. بنابراین می ماند تنها یک تاکتیکی که چند جوان نخبه آن را پیشنهاد می کنند. یکی از آنها حسن باقری است. اینا زمان را به بعد از تاریکی می کشونه. بعد یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده. آقا تا کجا بیاد تو؟ 10 کیلومتر بیاد تو. جناح راست به اون صورت نداره دیگه. ابتکار و خلاقیت به ما حکم می‌کرد که ما بیایم یک راهکاری رو پیدا کنیم که به نقطه اساسی و ضعیف دشمن برخورد بکنه و دشمن رو فرو بریزه. به این دلیل این راهکار پذیرفته شد. البته بحث‌ها ساعت‌های زیادی بحث برد و این راهکار به نام راهکار اصلی که از دارخوین عبور حمله بکنیم، از رودخانه کارون عبور بکنیم و مراحل اول دوم سوم عملیات رو پیش ببریم تا وارد خرمشهر بشیم. عبور بیشتر قوای زرهی و پیاده ایران از رودخانه عریض کارون، گرفتن بزرگترین سرپل در تاریخ جنگ‌های جهان، انهدام کامل قوای زرهی ارتش بعث در اطراف خرمشهر، محاصره شهر و نهایتاً آزادسازی. به نظر بسیاری از فرماندهان این عملیات به چند دلیل غیر ممکن است. یکی بحث خود عبور از رودخانه بود، یکی بحث سرپل بود. عبور از رودخانه چون یک برای اولین بار ما چنین عبوری را داشتیم، خب مشکلات زیادی داشتیم. چند تا مشکلی که ما داشتیم، یکی پیچیدگی عبور بود در مقایسه با سایر عملیات ها. یکی فقدان آموزش و تجربه کافی بود که ما تا اون زمان نداشتیم و یکی دیگه خود محدودیتی بود که ما در زمینه امکانات مهندسی و امکانات عبور داشتیم و هوشیاری دشمن هم مشکل چهارم ما بود که اگر پی می‌برد کار رو خیلی سخت می‌کرد. الحمدلله با وحدتی که حاصل بود در جبهه ها ما بر همه این مشکلات فائق اومدیم. مشکل بعدی ما بحث سر و پل بود. در این عملیات لازم است یک منطقه وسیع به سرعت فتح و تامین امنیت شود. به این زمین در اصطلاح نظامی سرپل میگویند. آنها از این زمین برای حمله به دیگر نقاط استقرار دشمن استفاده میکنند. خب حالا ما از رودخانه عبور میکردیم، آیا ما سرپل کوچک بگیریم یا سرپل بزرگ بگیریم؟ اینجا هم بحثای فراوانی برد. فرماندهان دو دسته بودن، یه عده اعتقاد داشتن که باید سرپل بزرگ گرفت، یه عده اعتقاد داشتن باید سرپل کوچک گرفت. من در قرارگاه فتح طالب همین اعتقاد بودم که باید سرپل بزرگ ما بگیریم، چرا که فضای مانوری کافی ما داشته باشیم، بتوانیم یگانهامون رو، امکاناتمون رو، ادواتمون رو وارد این زمین بکنیم و برای مراحل دوم و سوم پیش ببریم. اما گرفتن بزرگترین سرپل تاریخ جنگ‌های جهان با نیروی آموزش ندیده چگونه ممکن است؟ به فرض اگر همه این اتفاقات هم رخ بدهد، جنگ به قدری بزرگ، وسیع و خسته کننده خواهد بود که نیروی برای فتح خرمشهر باقی نخواهد ماند. اما مهمتر از همه اینها رساندن این حد از تجهیزات و نیرو برای شروع عملیات است، زیرا تمام عملیات های انجام شده در شمال خوزستان بوده و ایران میخواهد این بار در جنوب خوزستان به عملیات بپردازد. یعنی ما از عملیات طریق القدس که بستان آزاد شد تا فتح المبین 2.5 ماه طول کشید تا حاضر شدیم برای فتح المبین، ولی از فتح المبین تا فتح خرمشهر ظرف 40 روز تمام این سازمان رزممون را آماده کردیم، ظرف 40 روز برای این عملیات وسیع. در این شرایط مهندسی نیروی زمینی ارتش باید بیش از 300 کامیون بزرگ را برای انتقال پل‌های شناور به حرکت درآورد تا 10 اردیبهشت 1361 نیروهای احمد متوسلیان، احمد کاظمی، حسن باقری، حسین حسنی سعدی، حسین خرازی، قاسم سلیمانی و نیروهای زرهی ارتش از پل‌های شناور عبور کنند. در چند ساعت مانده به آغاز عملیات، 4 پل شناور روی کارون به عرض 200 متر احداث می شود و گرفته می شود. ناگهان صیاد از مهندسی ارتش می خواهد همه ظرفیت پل‌ها استفاده شود. 5 پل بدون داشتن حتی یک قطعه برای تعویض. عراقی ها تا به خودشان به جنبند، پل‌ها نصب می شود. سینه‌کش درگیری‌ها
به قرارگاه نس سپرده شده که قرارگاه مشترک بین ارتش و سپاه است، به فرماندهی حسن باقری و سرهنگ حسین حسنی سعدی. عملیات در ساعت 10:30 شب 10 اردیبهشت ماه با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز شد. تفکیب محمد رسول الله به مرکز فرماندهی عملیات. الو الو، منتظر نوبت برای عبور هستیم. یا علی ابن ابی طالب. نیروها به روی پلها که می روند، ناگهان شب مثل روز روشن می شود. ارتش بس متوجه حمله شده، نبردی عجیب آغاز می شود. مرحله اول بیت المقدس، ورود به دروازه آتش است. جنگی آنقدر سنگین که تقریبا تمامی فرماندهان اصلی عملیات را مجروح ساخته. غرب کارون هستیم در محور جاده اهواز خونین شهر که تقریبا در حدود 8 روز پیش عملیات گسترده‌ای برای تصرف محور جاده اهواز خونین شهر آغاز شد که با توکل به خداوند متعال و یاری حضرت مهدی حرکت ما عبور از رودخانه کارون و رسیدن به جاده اهواز خونین شهر. مرتضی قربانی یکی از فرماندهان این محور است که با نیروهای پیادهش نفر به نفر به تانک ها زدند. فرم میرم جلو درهیم بخو ازو قسمت بیاد جلو. در مرحله دوم عملیات در 18 اردیبهشت به حسن باقری و حسنی سعدی گفته می شود فشار را به سوی بصره بیشتر کنید. نبردی 14 روزه آغاز می شود. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که در تاریخ 18/2/61 اجرا شد، با یک عملیات برق‌آسای سریع و با رعایت اصل غافلگیری، یک حمله به سمت مرز که از دژ ایران و دژ عراق تشکیل شده بود آغاز شد. ارتش بس حالا به شدت ترسیده. آیا ایران قصد دارد بصره را تصرف کند؟ اگر ایران به ورودی بصره برسد، 10 لشکر مکانیزه و پیاده بس در حوالی خرمشهر محاصره شده و کشته می شود، بصره هم سقوط خواهد کرد. عراق احساس کرد که بصره در منظر مرز خطر هست. در نتیجه تا این موقع لشکر 6 زرهی و لشکر 5 مکانیزه رو که در پشت کرخه نگه داشته بود بلافاصله عقب نشینی داد و خیلی سریع از این قسمت فرار کرد و نیروی دو لشکر رو برداشت، در منطقه طلایع تا کوش لشکر 6 رو مستقر کرد و لشکر 5 زرهیش رو آورد به کمک لشکر 11، لشکر 3 و لشکر 5 هم که در این منطقه مستقر شد، به کمک لشکر 5 این قسمت شلمچه تا کوش رو تقویت کرد و پدافند. دشمن از این مرحله بعد دیگه هراس کرد. هراس کرد از اینکه ما به بصره می‌خوایم دست پیدا کنیم. هراس کرد از اینکه ما به پل‌های نشوه و تنومه دسترسی پیدا کنیم. هراس کرد که ما قوای دشمن رو در شمال جنوب به محاصره نندازیم و تمام اونها رو به اسارت در نیاریم. به همین دلیل از مقابل قرارگاه قدس فرار کرد و عقب نشینی کرد. قرارگاه قدسی که در جبهه شمال بود دشمن رو دنبال کرد و تا روی مرز بین طلایه و کوش مستقر شد. جنگ در اینجا 14 روز طول کشید. تو مرحله دوم بسیها قید جنگیدن با نیروهای روی جاده اهواز خرمشهر را هم میزنند و نیروهایشان را برای مقابله با قرارگاه نصر، فتح و قدس به عرض جنوبی تر منتقل میکنند. وقتی که این نیروها شتاب زده در این منطقه مستقر شدند، نیروهای ما از یک کیفیت بسیار خوب برخوردار بودند و در این مرحله حداکثر تلفات ضایعات را همونطور که عرض کردم به نیروهای زرهی دشمن وارد آوردند.
اینجا بزرگترین عقب نشینی ارتش عراق رخ می دهد. آنها تا پشت مرز بین المللی عقب می روند تا علیه حسن باقری و حسنی سعدی موضع بگیرند. بعد از پایان این 14 روز ما مرحله سوم را آغاز کردیم که درست در روز دوم خرداد ماه سال 1361 بود. ساعت 10:30 شب فرمان حمله صادر شد، ولی اینجا قرارگاه‌ها یک چرخش به جنوب داشتن و یک جابجایی داشتن. قرارگاه فتحی که من مسئول اون بودم درست در دروازه ورودی خرمشهر قرار گرفت. در جناح راست من قرارگاه فجر بود. بعد از قرارگاه فجر، یعنی بین پل نو تا شلمچه، قرارگاه نصر بود و واقعا حساس‌ترین نقطه نبرد رو مجدداً باز دادن به قرارگاه نصر. جلوی نیروهای مرتضی قربانی و بسیاری از نیروها باز شده و به سرعت پیشروی می‌کنند. هویزه، پادگان حمید و جاده اهواز خرمشهر آزاد می‌شود. اما در نزدیک مرز بین‌المللی وضعیت قرارگاه نصر به رهبری حسن باقری و حسنی سعدی چندان خوب نیست. آنها فشار عجیبی را با پاتک‌های سنگین تحمل می‌کنند. ایران در این محور 11 روز است برای رسیدن به تنها 2 کیلومتر خاک می‌جنگد تا خرمشهر را محاصره کند، اما نمی‌شود که نمی‌شود. بنابراین تصمیم مهمی می‌گیرند. تغییر سمت کلی در عملیات دادن، یعنی نیروهای ما که به طرف غرب داشتن حمله می‌کردند، یک مرتبه در مرحله سوم با 3 قرارگاه فتح، قرارگاه فجر و نصر به طرف جنوب حمله کردند. در مقابل این چرخش ناگهانی، ارتش بعث مثل دژی مستحکم مقاومت می‌کند. صدام اعلام اعدام عمومی کرده، هر کس فرار کند اعدام می شود. بیش از 15,000 عراقی در خرمشهر هم در آستانه محاصره قرار گرفتند. اول خرداد 1361، نهر خیین، عراق دست به حمله عجیبی می زند. نیروهای عراق هرچند که تلاش کردند، یک نیروی را از طرف شلمچه وارد عمل بکند و همچنین نیروهایی که در داخل خرمشهر بودند، حدود 14,000 نفر نیروی نظامی که در خرمشهر بود، فرماندهی سپاه سوم به اونها دستور میداد که شما از طرف خرمشهر حمله کنید و نیروهای دیگر ما هم از طرف شلمچه حمله میکنند و راه را باز میکنند. شکست حمله بعثی‌ها باعث میشود تا ایران دوباره حمله کند. فرماندهان تحت امر قرارگاه فتح، سرلشکر شهید حسین قرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین و سردار کاظمی، فرمانده لشکر 8 نجف، بوبوسی کردند، زیارت کردیم و خدا رو شکر کردیم از این پیروزی. حسین قرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام اصفهان، تصمیم میگیرد با همان اندک نیرویش به بخش گمرک خرمشهر حمله کند. اما یک نفر دست به شاهکاری عجیب میزند. احمد کاظمی، فرمانده لشکر نجف اشرف اصفهان، می رود تا وسیله تحقق آن معجزه الهی باشد. در حالی که هیچ منطق نظامی نمی پذیرد با این نیروی کم عملیاتی صورت بگیرد، احمد کاظمی خطرناکترین محور را انتخاب می کند. حسین خرازی به سمت گمرک می رود، اما کاظمی تصمیم می گیرد شهر را دور بزند و در حالی که پشتش به دشمن در مرز کشور است، به دشمن درون خرمشهر حمله کند. احمد کاظمی حرکت می کند. او به میان نیروهای عراقی نفوذ کرده به گونه ای که عراقی ها این لشکر را خودی فرض کنند. یک شکاف عمیقی در درون جبهه دشمن ایجاد شد. قوای دشمن تجزیه شد، یکی بخشیشمون شمال، بخشیشمون جنوب. قرار می شود وقتی به شهر نزدیک شد، با حسین خرازی تجمیع شده و کار را تمام کنند. فرماندهی هم منتظر شنیدن خبر این اتفاق است که با تماس بی سیمی غیر منتظره ای مواجه می شود. احمد، اگه صدای حسین رو میگیری با حسین صحبت کن، وگر نه که صداش نمیگیری بره اینو. حسین اون محلی که گفتی آخر خاکریزی که منتظر میشه به خرمشهر، اونجا هستن منتظر همانگی شما. بله، ما اگه صدا منو میشنوی بشیم و ما اومدیم داخل شهر و پیش از 6,000 نفر
تسلیم شدم و خرمشهر تقریبا پشتوازی شده. مفهوم شد؟ رشید پشت بیسیم اصلا در خیالش هم نمی گنجد کاظمی درون شهر باشد. هنوز باور نمی کند. احمد احمد حسین منتظر همانگی شما که عملیات رو همانگی اجرا کنید. آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن بودن به راهنده شدن. مفهوم شد؟ خیلی هران حسین منتظر همانگی شما که کارشون شروع کنن. آقا ما تو شهریم، بهش بگو ما تو شهریم و 5000 نفرم اومدن به راهنده شدن و داریم اونا رو تخلیه میکنیم و تو شهریم و تمام نیروهامون تو خود شهره. رشید احمد مفهوم شد؟ تو من هیچ اصلا قابل فهم نبود. ببین یه پوزی در مسیر راه صدای شما رو برای من اگه میل کنی من میتونم به حسین میگم. آقا میگم من تو شهرم و همه نیروها تو شهر رو دفع رانده شدم. بله بله من فهمیدم چی گفتی. میگی من تو شهرم کلی نیروها پناهنده شدن. ببین بله احمد مراقبم کنید چوبی چیزی نخورید. نترس الان بیش از 6000 نفر پیش ما پناهنده شدن. بیش از 6000 نفر مفهوم شد؟ بیش از 10000 نفر. 6000 نفر. 6000 نفر. حالا عجب بده بیش از 6000 نفر شد. بله 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 روی تو شهر خرمشهر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود. تظاهرات و کلیه اسرا یا حسین میگفتند الله اکبر. این یه قسمتش نامفهوم بود. این یه قسمت نامفهوم بود. دوباره تکرار کن. میگم توی شهر خرمشهر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود و کلیه اسرای عراقی الله اکبر یا حسین میگفتند و تسلیم میشدن. بله ما میگم فهمیدیم. بله بله تشکر آقا. خداوند خرمشهر رو آزادش کرد. هجوم احمد کاظمی چنان رعبی به جان نیروهای محاصره شده انداخته که همگی لباس از تن در آورده به سمت گمرک فرار می کنند. این هجوم به قدری عظیم است که حسین خرازی دستور می دهد تیربارها روی بلندی ها مستقر شوند. خرازی نگران است اگر این حجم از نیرو حتی بدون سلاح بر سر نیروهایش بریزند تمامشان را خل سلاح خواهند کرد. اما حمله برقاسای کاظمی وحشتی در دل نیروهای بعثی کاشته که فکر می‌کنند شهر پر است از نیروهای ایرانی. این منظره دید قرارگاه نصر که در آستانه بصره سنگر گرفته اینطور به چشم تماماً در گل فرو رفته و هیچ کدوم از این تانک‌ها و خودروها نتونسته بودند برن. حتی سربازان فرار کرده بودند. سوم خرداد 1361 عملیات غیرممکن و محال به دست خدا با پیروزی انجام شده و خرمشهر بالاخره به آغوش ایران باز می‌گردد و کشور در شادی و شعف فرو می‌رود. توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون.